قطع الاتصالات. جلوی ما یک گشت ارتش است. بایستی از مسیر دیگری برویم. او مرا برای دیدن محمد برد، سربازی که به او فرمان شلیک به مردم بابا آما داده شده بود. بابا عمر سار وقتی ما وارد این شهر شدیم به ما دستور دادن به هر جنبنده شلیک کنیم، به هر کی که توی خیابون راه میرفت. یه پسر بچه بود که بقیه هم بازیاشو صدا کرد که برن تو خونه اونها پناه بگیرن. وقتی بچه ها داشتن از وسط خیابون رد میشدن بهشون شلیک کردن و 6 پسر رو کشتن. او به من گفت که یک روز قبل از ارتش جدا شده و به مقاومت پیوسته. از اول هم طرح کشتن مردم بود، نه حفاظت از اونها در برابر بانس‌های مسلح. برعکسش به ما دستور کشتن مردم رو دادن و تا آخر روز احساس میکردیم که به گوشت و پوست خودمون شدیده. در شهری که تقریبا به حالت تعطیل در آمده و همه جا بسته است، جای برای رفتن نیست. بی خود نیست که مردم خشمگین شبها بیرون می‌ریزند. از 3 روز بعد در یک تظاهرات دیگر برگزار کنندگان تظاهرات وقتی فهمیدن بی بی سی در شهر است، پوسترها را عوض کردند و آنها را برای مخاطبین بین‌المللی طراحی کردند. همچنین خشم خود نسبت به چین و روسیه را ابراز کردند که چرا از قطعنامه شورای امنیت حمایت نکرده و هنوز به رژیم خونریز اسد سلاح می‌فروشند. شاید که اعضای شورای انقلابی هومز در اصرار برای ناشناخته ماندن کمی زیاده روی می کنند، ولی در هر صورت قابل فهم است. آیا سوریه به سمت یک جنگ داخلی می رود؟ حکومت همین رو می خواد که ما رو وارد جنگ داخلی کنه، ولی موفق نمیشه، چون ما نسبت به این تهدید هوشیاریم. و شما توی تظاهرات ها می بینید که مسلمون ها و مسیحی ها، سنی و علوی ها همه با هم راه پیمایی می کنن و برای آزادی فریاد می زنن. آزادی برای همه، پس دشمن همه خود رژیمه. So that our real enemy is the regime itself. جمعه ها تظاهرات بعد از خطبه نماز جمعه در طول روز برگزار می شود. تظاهر کنندگان تلاش کردند جاده ها را ببندند تا رسیدن نیروهای امنیتی را کند کنند. آنها شبکی از دمانگاه میدانی برای درگیری که قریب الوقوع بود ایجاد کردند. پزشکان به خاطر کمک به قربانیانی که با شلیک گلوله مجروح شدند دستگیر و مورد شکنجه قرار گرفتند. وكان الامر الطبيعي انه يتم اسعاف المصابين. در حالت معمول کسی که گلوله خورده یا زخمیه رو باید به بیمارستان برد، ولی با تعجب خیلی زیاد متوجه شدیم که اونها رو که زخمی بودن به بیمارستان بردن دستگیر شدن و یا شکنجه شدن. زخمی هایی که پا یا دستشون مجروح بود و قابل درمان بود رو به بیمارستان می‌بردن، ولی بعد خانواده شون جسدی رو تحویل می‌گرفت که به سینه یا سر شلیک شده بود. این مرکز درمانی ناکافی هستند و بایستی هر هفته جا به جا شوند و الا دستگیر می شوند. متاسفانه با کمبود نیازهای پایه درمانی مثل کیسه های خون، آنتیبیوتیک و ضد عفونی کننده مواجه هستند. حتی المکان هون اللي احنا موجودين حاليا فيه احنا في حال حتی همین جا حل لحظه این تهدید هست که نیروهای امنیتی بریزند تو. تقریبا نصف نفرات یا به گردنشون خورده یا به سرشون، اما فقط تلاش میکنیم که کاری بکنیم. تا حالا هیچ کسی که به سرش خورده باشه زنده نمونده. No one brought here with a head wound has survived. تظاهرات روز جمعه همیشه خونین است، ولی آنچه بیشترین وحشت را ایجاد میکرد بالاخره اتفاق افتاد. نیروهای امنیتی به کسانی که تلاش میکنند از مسجد خارج شده و به تظاهرات بپیوندند شلیک میکنند. الله اکبر! اسد بمیدش! ممکن است که موقع دویدن به آنها شلیک شود.